به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. آرزو مندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این چینل را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را نیز با دوستان خود شریک سازید. پامپیو: خوشبینم که رهبران افغان با هم کنار خواهند آمد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ابراز خوشبینی کرده است که رهبران افغان اختلافات سیاسیشان را حل کرده و با هم کنار خواهند آمد. مایک پامپیو روز چهارشنبه 25 مارس ششم حمل با اشاره به سفر اخیرش به کابل گفت که در این سفر رهبران افغان را ترغیب کرد تا به تعهداتشان به اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان پابند بمانند. مایک پامپیو روز دوشنبه 23 مارس چهارم حمل در یک سفر غیر منتظره به کابل با آقای غنی و آقای عبدالله جداگانه دیدار کرد و در پایان این سفر به قطر رفت و با ملا عبدالغنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان دیدار کرد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پس از سفر آقای پامپیو به کابل با نشر اعلامیه ناسازگاری سیاسی آقای غنی و عبدالله را غیر مسئولانه خواند و آن را تهدید مستقیم به منافع ملی آمریکا عنوان کرد. مایک پامپیو که روز چهارشنبه پس از نشست جی افت با خبرنگاران در مقر وزارت خارجه آمریکا صحبت میکرد، از تمام رهبران سیاسی افغان و گروه طالبان خواست که به خاطر منافع مردم افغانستان با هم کنار بیایند. او گفت: خوشبینم که آنان با هم کنار خواهند آمد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سخنرانی خود را با محکوم کردن حمله جنگجویان داعش بر معبد هندوها در شهر کابل آغاز کرد و آن را هولناک خواند. آقای پامپیو همچنان گفت که با وصف چالش‌های سیاسی در افغانستان، روند جاری صلح فرصت اولیه را به افغان‌ها فراهم کرده است تا در برابر تهدید داعش متحد شوند. نشست امسال جی اف به دلیل گسترش ویروس کرونا در جهان حضوری نه بلکه به گونه مجازی و از طریق کنفرانس ویدئویی برگزار شد. پامپیو: ناکامی غنی و عبدالله تهدید مستقیم به منافع ملی آمریکا است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ناسازگاری سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی را تهدید مستقیم به منافع ملی آمریکا خوانده و از کاهش مساعدت های خود به افغانستان خبر داده است. در اعلامیه آمده است که آقای غنی و عبدالله به مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفتند که تاکنون قادر به ایجاد حکومت همشمولی نشدند که بتواند به چالش های حکومتداری، صلح و امنیت رسیدگی کند. آقای پامپیو روز دوشنبه 23 مارس چهارم حمل در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله جداگانه دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است این ناکامی روابط آمریکا و افغانستان را صدمه زده و متاسفانه بی حرمتی به آن افغان ها، آمریکایی ها و شرکای ائتلافیشان است که جان و سرمایه خود را در تلاش برای ساختن یک آینده جدید به آن کشور قربان کردند. بدنبال اعلام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور محمد اشرف غنی را برنده اعلام کرد، عبدالله عبدالله نتایج انتخابات را تقلب‌آمیز خواند و نپذیرفت. آقای عبدالله عبدالله نیز همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی تحلیف ریاست جمهوری را به جا آورد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که سر از این لحظه همکاری های خود را با افغانستان بازنگری کرده و در کنار دیگر اقدامات مساعدت های خود به آن کشور در سال روان 1 میلیارد دلار کاهش داده و آماده است که در سال 2021 نیز 1 میلیارد دیگر کاهش دهد. در اعلامیه به بازنگری تمام برنامه ها و پروژه های آمریکا در افغانستان نیز اشاره شده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا حاکی است: به رهبری افغانستان واضح کردیم که از عملیات امنیتی که انگیزه سیاسی داشته باشد حمایت نمی کنیم و نه هم از آن رهبران سیاسی حمایت می کنیم که دستور چنین عملیات را داده و یا هم کسانی که از حکومت موازی دفاع یا حمایت می کنند. با تاکید بر اینکه تفاهم سیاسی یگانه راه حل معضل است، وزارت خارجه آمریکا گفته است که رهبران افغان در تناقض با اعلامیه مشترک عمل کرده و تا حال نتوانستند تیم همشمول ملی را برای شرکت در مذاکرات بین الافغانی تعیین کنند و گام های عملی را در راستای رهایی زندانیان بردارند. با تاریخ 29 فوریه سال روان همزمان با امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در قطر،
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلامیه مشترک را صادر کردند که در آن تعهدات افغانستان و آمریکا به یکدیگر برجسته شده است. با این حال در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که لحن نسبتاً تندی دارد، اقدامات رهبران افغان غیر مسئولانه خوانده شده و تاکید شده است که اگر رهبران افغان حکومت همشمولی را شکل دهند که بتواند امنیت را تامین کند و در روند صلح سهیم شود، ایالات متحده آمریکا آماده است که از چنین تلاش‌ها حمایت کرده و در مورد بازنگری‌هایی که امروز آغاز کرده تجدید نظر کند. همچنان در یک خبر دیگر، مهلت در روزه عبدالله برای حل بحران سیاسی افغانستان. عبدالله رئیس پیشین اجرای افغانستان برای تفاهم با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و حل بحران کنونی سیاسی در آن کشور خواهان دخیل شدن سیاستمداران افغان در این پروسه شد و گفت که 10 روز برای رسیدن به تفاهم مهلت داده شود. آقای عبدالله به روز پنجشنبه 26 مارچ هفت عمل در نشست خبری گفت که در کنار تلاش های کنونی برای حل بحران سیاسی، شخصیت های مطرح سیاسی نیز برای حل این قضیه وارد اقدام شوند. او افزود که از آن اقداماتی که سبب تشویش مردم و مشکلات بیشتر شود خودداری گردد تا سیاستمداران در مدت 10 روز به تلاش هایشان برای رسیدن به دو جانب به تفاهم ادامه بدهند. آقای عبدالله تاکید کرد در همین فاصله 10 روز من اطمینان میدهم که آنچه در توان ما باشد به حیث افراد و کسانی که نمایندگی از بخشی از مردم افغانستان میکنیم دریغ نخواهیم کرد که به این بحران پیش آمده نقطه پایان گذاشته شود. پیش از این حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف دو چهره مطرح سیاسی افغانستان برای حل این معضل سیاسی دیدارهای با دو جانب داشتند. رئیس اجرایی پیشین افغانستان گفت قبل از برگزاری مراسم تحلیف و جریان سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کابل فرصت‌هایی بود که از دست رفت. آقای عبدالله با اشاره به سفر مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به کابل گفت: گفتند که فرمول نداریم، نمی‌خواهیم فرمول را تحمیل بکنیم، اما رهبران سیاسی افغانستان از جمله دو شخص دکتر صاحب محمد اشرف غنی و من مسئولیت داریم که این قسمت را برایش راه حل پیدا کنیم. او تاکید کرد که بحران سیاسی یک جانبه قابل حل نیست و هیچ طرفی نمیتواند که مسئولیت خرابی کشور و عواقب آن را به دوش بگیرد. پیش از این محمد اشرف غنی گفته است که در دیدارش با دکتر عبدالله پیشنهادهای برای وی و اعضای تیمش در کابینه حکومت افغانستان داشته است، اما آقای عبدالله خواستهای وی را نپذیرفته و خواهان تغییر قانون اساسی بر اساس یک تفاهم شده است. آقای غنی تاکید کرده که صلاحیت تعدیل قانون اساسی را ندارد و برای هر خواست معقول که در آن قانون اساسی نقض نشود دروازه گفتگوها باز خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در تلاش ساختن یک حکومت فراگیر است، اما حکومت‌های گروهی و سمتی را در افغانستان ناکام خوانده است. پس از سفر آقای پومپیو به کابل، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ناسازگاری سیاسی میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله رئیس اجرایی پیشین حکومت وحدت ملی را تهدید مستقیم به منافع ملی آمریکا خواند و از کاهش مساعدت های خود به افغانستان خبر داد. این وزارت در اعلامیه گفت که آقای غنی و آقای عبدالله با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفتند که تاکنون قادر به ایجاد حکومت همشمول نشدند که بتوانند به چالش های حکومت داری، صلح و امنیت رسیدگی کند. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این چینل می باشیم. لطفاً نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم برای تان ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده نماییم.
این بود ویدیو امروزی. تا ویدیو دیگر، الله یار و مددکار همه‌تان.